در دوشنبه نمایشگاهی رسم‌های برهنه برگزار گردید. رحمان پسرش را با اردن زرین تاج مکافات نمود. 30% روس‌ها بر ضد مهاجران آسیای میانه. محفل رسمی اینچنین یکی از محفل‌های میباشد. از 21 آگوست تا 10 سپتامبر در شهر دوشنبه نمایشگاهی رسم‌های رسامی تاجیک معرفت دولتوا برگزار می‌گردد. در نمایشگاه حالتی گوشناشونید روی می‌دهد. رسم‌های زنی برهنه تاجیک نمایش داده شده است. زنی تاجیک، زن از وادی برتنگ، روح، رقاصه‌های بلد، چی طوری که منعقدان قید می‌کنند همه رسم‌ها نقطه نظر غرب درباره زن را که به دین، تاریخ و مدنیت مردمی تاجیک مخالف است، ترغیب می‌نماید. رسامی تاجیک معرفت دولتوا به خبرنگاران گفته است که در موفقیتی که او رسیده است باز نمی‌ایستد و در آینده رسم کشی را در همین سمت ادامه خواهد داد. مشاهدان قید می‌کنند که ایجادیات دولتوا را منصبداران می‌پسندند و دستگیری می‌نمایند. بنابراین جایزه جمهوریوی رسامان جوان در سال 2008 سازوار گردیده است. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنند بعضن و میکنند پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی است. یادرس میکنیم که رژیم رحمان تا چند سال اخیر میباشد که به حجاب جنگ اعلان کرد. برای پوشیدن آن جزای ماموری تعیین نموده، زنان را عهده‌دار نمود تا اینکه لباس ملی بپوشند. لباس‌های بیگانه بر میکنند و جلوان کرده میروند. افتخار چی است؟ طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور، در عرفه جشن 27 سالگی استقلالیت جمهوری، امام علی رحمان یکچند کارمندان ساحه‌های گوناگون را با انعام دولتی مکافات نمود. در خبر گفته شده است که با فرمان رئیس جمهور برای فعالیت در خدمات اجرایی حاکمیت با اردن زرین تاج درجه دوم رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی مکافات نموده شد. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی، با اردن زرین تاج خادمان دولت های جمعیتی برای خدمت های بزرگ در نزد دولت، فعالیت با ثمر دولتی و جمعیتی و سیاسی برای کامیابی های شایسته در حیات تطبیق نمودن تغییرات های دموکراتی و اصلاحات اقتصادی، ترقیات علم و فرهنگ، برای خدمت های مخصوص در حفظ وطن، برای فداکاری و شجاعت شهروندی که در کار استقرار صلح، استواری و تحکیم دولتداری تاجیکان ظاهر شدند، سرفراز گردانیده می شود. در خصوصی چگونه خدمت های بزرگ و کامیابی های پسر 30 ساله رئیس جمهور در خبری خدمات مطبوعاتی شرح داده نشده است. در طول یک سال اخیر شماره منفوران خارجی در روسیه افزایش یافته است. طبق رای پرسی تشکیلات اجتماعی لیوادا سنتر، تقریبا 3/1 روس‌ها نمی‌خواهند مهاجران آسیای میانه را به کشور راه دهند. برای منع زیستن چچن‌ها در روسیه 27% پرسیده شدگان اظهار عقیده نمودند. سطح کمترین منفوری خارجی برای انتخاب نمودن از تقدیم کرده شده ملت های غیر روسی، جامعه شناسان یهودیان را قید نمودند که آنها را 15% پرسیده شدگان نمی خواهند به کشور راه دهند. باید اعتبار داد که طی یک سال اخیر از نو تقسیم شوی بدبینی روی داده است. پیشتر اهالی سطح بلندی دستگیری ترتیبات محدود کنی را نسبت نمایندگان قفقاز و نمایندگان آسیای میانه نمایش می دادند. اکنون باشد نسبت سیگان ها 32% و خیتایی ها 31% قید شده است در تحقیقات. جامعه شناسان باز قید میکنند که شماره روس هایی که ایدیای روسیه برای روس ها دستگیری می نمایند تا 19% افزایش یافته است. بغیر از سطح بلند دستگیری شعاری روسیه برای روس ها، منفوران خارجیان رادیکال محدود کنی واردات مهاجران مهنتی را دستگیری می نمایند. اینچنین اعلان هایی که محدودیت حقوق آیدی به اجاره سپردن مسکن و یا به کار قبول نمودن بنابر علامت نژادی و دینی را می پسندند، گفته شده است در تحقیقات.